کمترین هزینه برای مهاجرت به کانادا چطوری میتونه اتفاق بیفته؟ یعنی چه راهی ارزون ترین راه مهاجرت به کشور کاناداست؟ ببینید دوستان، برای مهاجرت کردن طبیعتاً نیاز به صرف هزینه است، اما میشه با انتخاب راه درست این هزینه رو کمترش کرد. مثال میزنم، فرض کنید شما شرایط دو نوع ویزا رو دارید، ویزای کارآفرینی یا هم سرمایه گذاری و ویزای دانشجویی. خب حالا با توجه به اینکه سن شما ممکنه سن خیلی بالایی نباشه و اهدافتون هم جوری باشه که بخواید درس بخونید تو کانادا که پیشرفت بکنید و بعداً از اون کوالیفیکیشن یا اون ویژگی هایی که از درس خوندن به دست آوردین استفاده کنید، طبیعتاً شما میتونید با ویزای دانشجویی برید. هم کم هزینه تر براتون، هم سرمایه گذاری برای آیندهتون. یا مثال دیگه ای میزنم، خیلی از دوستان میگن که مثلا فلان شرکت گفته که بیاین 50,000 دلار 60,000 دلار بدید که جاب آفر بگیرید و با جاب آفر به کشور کانادا برید. من همیشه میگم اوکی، شما اگر بخواید این کار رو هم انجام بدید، حالا بماند که اون پولی که دارید میدید یه ریسک خودش و ممکنه که هر اتفاقی براش بیفته، همون پول میتونه صرف تحصیل خودتون در کشور کانادا بشه. طبیعتاً وقتی شما تحصیل میکنید، مهارت‌های خودتون داره افزایش پیدا میکنه و فرداش هم که به کشور کانادا بیاید، با داشتن اون مهارت‌ها میتونید شغل بهتری پیدا بکنید، میتونید موفق‌تر بشید و به هر حال شما نیاز دارید که برای زندگیتون کشور پیشرفت بکنید. پس ارزون ترین راه برای مهاجرت کردن به کشور کانادا با انتخاب راه درست اتفاق میفته. اگر شما راه درست رو انتخاب نکنید، نسبت به اهدافتون نمیتونید کم هزینه مهاجرت کنید و ممکنه به هر حال گیر افراد سوجو هم بیفتید که روش های پرهزینه تر که معمولا نفع مالی بیشتری برای خود اون افراد رو هم داره به شما توصیه بکنن و شما هم ندونسته شاید در نگاه اول بگی خب ساده تره و اینها، انتخابش بکنید و کلی آسیب ببینید. پس دوستان، اگه به دنبال راه ارزون برای مهاجرت هستین، دنبال راه درست برای مهاجرت باشین. راه های درست معمولا راه هایی هن که ارزون تر هم ممکنه در نگاه اول ارزون تر هم نباشن، ولی در بلند مدت کاستشون پایین تره. هزینه‌ای که دست شما میذارن، هزینه مالی، هزینه فرصت، هزینه زمانی که شما دارین میذارین روی این پروژه رو با انتخاب درست سیف کنید و پایین بیارینش. مرسی که تو این ویدیو همراه ما در ویزا مودیال بودید.